خب سلام دوستان، به یه ویدیو دیگه خوش اومدین. توی این ویدیو قراره که با هم دیگه باکس ماجیشن که آخرین در واقع باکس ترای حکمی هست و با هم دیگه رود کنیم. خب اول از همه به وی پی ان خودتون متصل شین، باکس رو دیپلوی کنید و تارگت آی پی خودتون از اینجا دریافت کنید. دقت داشته باشین که توی دیسکریپشن باکس میگه که حداقل 7 دقیقه به باکس مهلت بدین تا به صورت کامل بوت اپ شه و کانفیگر شه. هست نیم ماجیشن رو در واقع توی اتی هست خودتون وارد کنین، کپیش کردم، وارد کنین تا بتونین به صورت کامل از در واقع آپلود فانکشنالیتی این باکس استفاده کنین. خب من از قبل این کارو کردم، همونطور که اینجا میبینید ماجیشن رو روبروی آی پیش قرار دادم، پینگش میکنیم که ببینیم آیا در واقع جواب ما رو میده. بله همونطور که میبینید جواب در واقع ریکوست پینگ ما رو میده، پس باکس ما میتونه به صورت کامل پیداش کنه. میریم که راست اسکن رو در واقع روش ران کنیم تا پورت های باز رو به همون نشون بده. داش SV که ورژن ها رو اینومریت میکنه، SC در واقع دیفالت اسکریپت و ON که آوتپوت داشته باشیم توی فولدر Nmap به اسم All Ports. خب برای ما یک در واقع پورت پیدا کرد 21 به صورت دیفالت FTP. من سریع بهش متصل میشم که ببینیم آیا میتونیم در واقع با Anonymous Access داریم یا خیر. دو تا باکس دیگه در واقع ببخشید پورت دیگه برامون پیدا کرد، 8081 و 8080 که میتونن جایگزین هایی برای HTTP باشن. ما میریم اینا رو چک کنیم، البته در واقع از هست نیممون استفاده میکنیم که من اینجا همونطور که میبینید از قبل باکس رو انجام دادن. 8081 در واقع یک وبسایته که PNG رو به JPEG تبدیل میکنه و اینجا به ما اجازه آپلود یک فایل میده. 8080 هم که همونطور که میبینید هنوز چیز خاصی اینجا وجود نداره و نیست. خب مثل این که لاگین FTP مون هم سکسسفول بود، برامون یک مسیج دیسپلی میکنه که البته این مسیج وقتی اتفاق میفته که شما چندین بار به این در واقع سرور متصل شین. از اونجایی که این چندمین باری که من دارم ویدیو رو ریکورد میکنم چند بار به FTP متصل شدم که بعد نمیدونم 3 یا 4 بار این مسیج برای شما دیسپلی میشه که میگه که در واقع لاگین سکسسفول دیلی داره، توی در واقع کانفیگوریشن FTP قرار دادن، همچنین در واقع سیتینگی و همچنین آپشنی و میگه که این سایت ممکنه به شما کمک کنه. خب بعد خوندن این سایت و سایت های دیگه در واقع در مورد CVE 2016-37-14 که تگ روی خود باکس هم بود، در واقع مشکلات امنیتی توی ایمیج ماجیک که در واقع یک اوپن سورس سافتوره که باکس در واقع ایمیج های مختلف رو میتونین باش کرییت، مادیفای یا کانورت کنین. خطرناکترینش هم از بین این مشکلات امنیتی RCE یا همون ریموت کد اکسیکیوشن. خب بعد از در واقع گذروندن چندین ساعت روی این وب پیج و در واقع امتحان کردن همه این پیلوت ها برای گرفتن RCE، اینجا مثلا به همون LSLA و روی باکس در واقع هدف میخوایم در واقع ران کنیم. خب همونطوری که گفتم چند ساعت من اینجا گذروندم، وبسایت های مختلف رو خوندم، رپید 7 و همه این ها، و جواب نداد. حتی یه ویدیو هم دیدم جواب نداد این RCE. همونطور که اینجا گفته شما باید یه خورده باش ور برین در واقع تغییرش بدین که جواب بگیرین. اومدم پایین تر چندین در واقع CVE 2016-37-14 مشکل های مختلفی داره، 37-14 که در واقع همون RCE مونه، 37-18 SSRF یا Server Side Request Forgery داره، 37-15 پاک کردن فایل ها روی در واقع سیستم بکند و در واقع جا به جا کردن فایل ها و خوندن فایل ها. این یه دونه پیلود جواب داد، من اول از همه استفادهش کردم، اول که نه در واقع بعد اینکه ساعت ها رو گذروندم استفاده کردم جواب داد، تونستیم در واقع فایل های روی بکند رو بخونیم که حالا اینجا همونطور که میبینید سعی میکنه اتی پسورد رو بخونه. پس ما در واقع یک مثلا rce.png ایجاد میکنیم، توش اینو کپی میکنیم که برای ما اتی پسورد رو در واقع نشون بده وقتی آپلودش میکنیم. rce.png آپلودش میکنیم.
فایل آپلود میشه، روش که کلیک میکنیم میبینیم این پایین به ما میگه که در واقع میره روی پورت 8080، همینی که اینجا داشتیم توی پوشه فایلز، و میبینیم که در واقع اون rc.jpg ما که تبدیلش کرد به jpeg و اینجا قرار داده. خب ما اگر روی اون کلیک کنیم و ببینیمش، بازش کنیم، میبینیم که در واقع فایل اتسی پسورد رو ریتریف کرده برای ما. پس ما در واقع RCE داریم اینجا، میتونیم فایل ها رو بخونیم. خب میتونیم فایل ها رو بخونیم. پس چه فایلی رو میخوایم بخونیم؟ میریم که در واقع user.txt، همون فلگ اول رو سعی کنیم که ببینیم آیا دسترسی داریم بهش بخونیمش یا خیر. پس در واقع اینو عوض میکنیم و همونطور که اینجا توی در واقع کجا بود اتسی پسورد دیدین، یه یوزر به اسم ماجیشن داریم. پس میریم توی هوم دایرکتوریش ببخشید و user.txt رو سعی میکنیم که در واقع ریتریف کنیم. یک بار دیگه این RCE رو در واقع آپلود میکنیم که در واقع user.txt رو ریتریف کنیم و فلگ اول رو دان کنیم. همونطور که میبینید اینجا در واقع فلگ اول رو به ما داده که من مجبورم بلورش کنم، چون که چای حکمی مخالفه با اینکه شما توی رایت اپ هایی که براش سابمیت میکنین در واقع فلگ ها رو نشون بدید. خب فلگ اول حالا اینجا که میبینیم inspect element زدم و اونو تبدیل به پسورد کردم، به جای تکست نمیتونیم بخونینش ولی user.txt رو ریتریو کردیم. خب حالا برای در واقع RCE یا شل گرفتن روی سیستم بک‌اند، دوباره بعد از گذشتن چندین ساعت تلاش کردن، یکی از در واقع آسان‌ترین راهکارها سرچ اسپلوید که در واقع همون دیتابیس اکسپلوید دی بی لوکالیتون رو سرچ میکنه. اینجا اگه سرچ کنیم برای در واقع ایمیج ماجیک، میبینین که ما اینجا یه دونه ماجول متا اسپلوید داریم. حالا اینجا به صورت کامل نیفتاده، روبیه، خب برای مسلما متا اسپلوید و گفته که کامنت اکسیکیوشنه. پس ما MSF کانسول رو ران میکنیم که در واقع از این ماجول استفاده کنیم. LSLA هم که توی در واقع سرور FTP اگه بزنین، اسمش چی بود؟ اسمش رو اینجا نمیگه. سرچ میکنیم برای ایمیج ماجیک، میبینین که در واقع اینجا همون کامنت اکسیکیوشن رو داریم. پس از این استفاده میکنیم، آپشن رو بهش نشون میدیم، در واقع از همون یه فایل نیم میخواد که required، در واقع حالا هرچی میتونه اسم این باشه، این مهم نیست، حالا اگر مهم باشه چیزی نیست که required باشه، خودش ست کرده. الهوست و الپورتی رو میخواد که در واقع اون شل ما بهش کال بک کنه. پس الهوست خودمون رو در واقع VPN چای حکیمون قرار میدیم و الپورت هم دستی نمیزنیم. حالا من با در واقع تارگت های مختلفش امتحان کردم، SVG جواب نداد، PS هم که اصلا فانکشنی به اسم در واقع پاپ اوپن نداره، پاپ اوپن که نه، آره پی اوپن نداره، ولی CVG هم جواب نداد، که همینی که الان گفتم MVG که در واقع گرافیکال فایلایی برای ماجیک ایمیج هستن، اینم با یه گوگل سرچ راحت میتونیم بهش برسین، جواب داد. پس تارگت خودمون رو MVG قرار میدیم که برامون در واقع یه پیلود توی فرمت MVG قرار بده. و حالا من باکس رو انجام داده بودم، میدونستم که اگه به سرور FTP متصل شین هیچ کامندی در واقع اجازه ندارین که ران کنی روی این سرور، پس سرور بی خودی هستش در واقع. خب ما این در واقع اکسپلویت رو ران میکنیم، به ما میگه که msf.png رو در این مکان در واقع ذخیره کرد، کپیش میکنیم توی اینجا کپیش میکنیم، همونطور که میبینید msf.png داریم. اینجا ما در واقع الپورتمون رو 444 کوات 4 داده بودیم، 4 تا 4، حالا من 3 تا گفتم، و در واقع الهوستمون هم که همون IP VPN مونه. پس ما یه لیسنر با نتکت میذاریم که روی پورت 444 گوش کنه و
این فایل رو در واقع آپلود میکنیم که هنگامی که داره پروسسش میکنه توی سیستم بک اند، در واقع این شل ما اکسیکیوت میشه. همونطور که میبینید شل کال بک کرد به ما، آی دی رو اگر ران کنیم ما میجیشن رو گرفتیم. خب اینجا شل خودمون رو استیبلایز میکنیم. اگه نمیدونین این کارا چیه، توی ویدیو اولم یا قبلی در واقع جواب دادم، توضیح دادم به صورت کامل که قصد ما از این کار چیه. export term extern که بتونیم در واقع کلیر کنیم و حالا اکو هم برش میداریم. stty raw minus echo fg enter enter. خب همونطور که میبینید، مثل اینکه جایی که فایل های ما آپلود میشده توی temp directory بوده. حالا برای اینکه در واقع مطمئن شین یه LSLA میزنم. همونطور که میبینید msf.png و rce.jpg اینجا ذخیره شدن. میریم توی هوم ببینیم یوزرامون کدومان. magician میریم توی هوم دایرکتوریش. چیز خاصی اینجا نیست. user.txt هم میتونین از اینجا ریتریف کنین و یک فایل داریم به اسم the magic continues. خب ببینیم که کانتنتش چیه از اونجایی که همه میتونن بخوننش. listening cat it sent to me oracle. خب اینطوری که این در واقع سجست میکنه میگه که یک حالا گربه یا حالا اصطلاحا اینجا به صورت لوکالی داره گوش میده. حالا وقتی میگن لوکالی داره گوش میده، من مسلما اولین چیزی که به ذهنم میرسه پورت بازه که به صورت لوکال فقط در واقع اویلیبل باشه. پس اگه ما net stat کامند نت استات رو ران کنیم که ببینیم چه پورتایی بازن، همونطور که میبینین 8081 بازه، 5881 کمی وبسایتمون بود، 53 دی ان اس و کواد 6 ما نداشتیم، 4 تا 6 رو در واقع به صورت لوکالی همونطور که میبینید فقط اویلیبل 8080 هم که اینجا بود. خب پس بریم ببینیم که پورت 6666 چیه. حالا از اونجایی که SSH نداریم، دوباره من بعد از گذشتن چندین ساعت کار کردن روی باکس، حالا چندین ساعت هم که نه، ولی گذشتن یه حالا مدت طولانی تقریبا SSH که نداریم، خب نمیتونیم پورت فوروردینگ کنیم حالا به صورت راحت. مسلما میشه ولی خب یه خورده سخت میشه. گفتیم که آقا اومدم دیدم که ما nmap رو داریم روی باکس همونطور که میبینیم. خب nmap ران کنیم روی لوکال هاست که ببینیم اصلا این پورت کواد 6 چی هست. یک داش SV هم بهش بدم که قشنگ در واقع ورژنش هم اینومریت کنم و بهمون نشون بده که چی. همونطور که میبینیم پورتش هم بازه. میخوام مثل اینکه یه خورده داره طول میکشه. خب nmap اسکن ما یه خورده طول کشید ولی بالاخره برگشت. همونطور که میبینید در واقع این quad 6 سرویسش HTTPه و این ورژن رو داره که هیچ اکسپلویتی برای در واقع این گانیکورن یا حالا هرچی اسمش هست وجود نداشت. خب ما گفتیم که چی، نمیتونیم پورت فوروارد کنیم و در واقع این HTTP رو روی باکس خودمون در واقع ببینیم. گفتم چرا از کرل استفاده نکنیم که در واقع کانتنتش رو ریتریو کنیم. لوکال هاست کواد 6 میبینین که حالا یه عکس ترول هم اینجا وجود داره و ما در واقع سورس کد اون وب پیج رو در واقع گرفتیم. این همونطور که میبینین اینجا ها چیز خاصی نیست. The Magic Cat همونطور که توی نوت در واقع منشن شده بود، پس داریم راه درستی رو میریم. اون کتر رو در واقع به قول معروف پیدا کردیم. خب اینجا یه method post در واقع accept میکنه که دیتای فایل نیم و ولیوش رو میگیره. خب حالا من اینجا اومدم چیکار کردم، کل این کد رو پیست در واقع کپی پیست کردم و روی سرور خودم هستش کردم. یه همچین چیزی بود troll.html، همونطور که میبینین هست کردم، ازمون یه فایل میخواد. من گفتم اگه فایل میخواد شاید هر فایلی رو بهش بدیم روی سیستم بکند، همونطور که اینجا میبینید در واقع method post رو accept میکنه، برامون retrieve کنه. خب پس ما چیکار کردیم؟ با استفاده از curl در واقع یک request post فرستادیم که کانتنتش چی باشه. همونطور که اینجا دیدیم
در واقع فایل نیم رو میخواد و ولیوشو. پس ما فایل نیم رو میفرستیم که در واقع مثلا فلگ روت باشه. پس توی دایرکتوری روت مسلما به اسم root.txt localhost quad 6. خب همونطور که میبینید اینجا برای ما یک value فرستاده، در واقع چیزی که اینجا نبود توی سورس کد اصلی در واقع سایت، اگه از سایبر شف استفاده کنیم اینجا که در واقع دیکودش کنیم اینو. یه خورده در طول میکشه، شرمنده من، عذر میخوام. حالا که اینجاییم، من اول خودم در واقع به دنبال فلگ نبودم، میخواستم اصلا ببینم آیا فایلیو برای ما در واقع ریتریو میکنه یا نه. پس بهش گفتم که اتسی پسورد رو بده و اتسی پسورد رو در واقع به صورت base64 encoded شده برای ما برمیگردونه. نمیدونم چرا سایبر شف انقدر داره طول میکشه، واقعا جالبه. اتسی پسورد رو به صورت base64 encoded شده برای ما برگردوند. یا الفاظ چه خبره اینجا، چه خبره اینجا. ایرادی نداره، ما میتونیم در واقع این base64 رو خودمون دیکود کنیم روی باکسمون، چون در واقع یه یوتیلیتی داره خوده، در واقع اگه بتونم کپیش کنم. base64 دیکودش میکنیم و میبینیم که در واقع اتسی پسورد رو برای ما ریتریو کرده از طریق این وبسایت. حالا ما میخوایم در واقع این که base64 بود، حالا اینجا هم ببینید در واقع نمیدونم چرا انقدر طول کشید، ولی میخوایم در واقع اون فلگ روتی رو که ریچیف کردیم و بهش بدیم که برای ما دیکود کنه. همونطور که میبینید هکس هم هست، بازم میتونستیم حالا رو باکس خودمون انجامش بدیم ولی خب ندادیم. از هکس در واقع دیکود میکنه و فلگ روت رو به ما میده و دوتا فلگ رو به راحتی دریافت میکنیم. اینم که کردیت و تشکر میکنه از کریئتر های باکس. 13 دقیقه هم مونده بود. خب من خودم حالا تا الان براش رایت اپی نیومده بود، تا وقتی من داشتم این ویدیو رو میگرفتم خودم گفتم تا وقتی که در واقع این فلگ ها رو خودم به دست آوردم براتون یه ویدیو بگیرم، سریعا اینو در واقع آپلودش کنم که جزو اولین رایت اپ ها باشه برای این اتاق. و الان خودم دارم سعی میکنم بعد اینکه ویدیو تموم شد روت رو در واقع بگیرم. ما الان در واقع اگه دقت کنید روت نیستیم، دسترسی روت داریم، میتونیم در واقع به عنوان روت کامند اجرا کنیم، چون که روت فقط به دایرکتوری روت اکسس داره و ما تونستیم فلگش رو ببینیم. خود دارم سعی میکنم که در واقع پریوس کنم و روت رو بگیرم، ولی تا الان باکس تموم شده و ما دوتا فلگ مورد نیاز رو پیدا کردیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و دوباره لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه درخواست ویدیو یا باکسی داشتین که من انجام بدم حتما بهم بگین توی کامنت ها، من اونا رو میخونم و در اسرع وقت برایتون سعی میکنم که در واقع اجراشون کنم و ویدیوشو قرار بدم. ممنون از اینکه وقت گذاشتین و ویدیو رو تماشا کردین. روز خوبی یا شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. گود بای.